به نام خدا و با عرض سلام خدمت همه شما دانشجویان گرامی، آرزو دارم که جور و صحت باشید. دوستان عزیز، ما و شما در درسی هفته ششم از مضمون حقوق اساسی یک قرار داریم. در جلسه گذشته و هفته پنجم بحث های در ارتباط با دولت و تعریف دولت و شناخت دولت، این که دولت چی بود، و بعد هم در ارتباط با نظریه های خواستگاه دولت بحث کردیم، این که دولت از کجا سرچشمه میگیره، گهواره و تاریخچه دولت به کجا برمیگرده و چگونه دولت به وجود آمد. و اما در این هفته، یعنی هفته ششم، بحثی فصل سومی از کتاب داریم که در ارتباط با محتویات مباحثی قانون اساسی. البته درسی هفته ششم هم ادامه درسی هفته قبلی، یعنی هفته پنجم است، چون ما در بحثی محتویات و مباحث قانون اساسی گفتیم که دو مبحث یا دو موردی که معمولا در همه محتویات و مباحث قانون اساسی کشورها در نظر گرفته میشه، بحثی دولت و ملت است، رابطه ای که بین دولت و ملت وجود داره. روی همین اساس ما دولت با تفصیل مورد بررسی قرار دادیم تا اینکه نسبت به دولت دانشجویان آشنایی کامل پیدا بکنند، اینکه دولت چی هست و چگونه به وجود آمده و در راستای شکلگیری و پیدایش دولت چی نظریات و اندیشه های وجود داره. فرست مطالبی این هفته ما شما در برگیرنده دو مبحث است. در مبحث اول باز هم ادامه بحث هفته گذشته نظریه های خواستگاه دولت مطالعه میکنیم، اینکه چه نظریه ها و دیدگاه هایی در ارتباط با خواستگاه و پیدایش دولت مطرح شده و بیان گردیده. و در مبحث دومی وظایف و مسئولیت های دولت میخوان، اینکه یک دولت در قبال خود، عناصر متشکله خود و جامعه و اتباعی که در دولت زندگی میکنن و حیات دارن از چه وظایف و مسئولیت هایی برخوردارن و آیا با فهمی که ما شما از وظایف و مسئولیت های دولت حاصل میکنیم و به دست میاریم متوجه میشیم که آیا دولت های کنونی وظایف و مسئولیت های خود به صورت درست به پیش میبرند یا خیر. این دو مبحث را در این هفته با جزئیات با شما خواهیم داشت. خب، در مبحث اول باز هم نظریه های خواستگاه دولت به بحث میگیریم که در اینجا در سلایت شما مشاهده میکنین شش نظریه در ارتباط با خواستگاه دولت یا در ارتباط با پیدایش دولت و این که دولت از کجا برخواسته، چگونه شکل گرفته مطرح شده. نخستین نظریه، نظریه خواستگاه الهی است. نظریه خواستگاه الهی و نظریه قرارداد اجتماعی دو نظریه بود که ما و شما در هفته قبلی مطالعه کردیم و با جزئیات بحث کردیم، این که خواستگاه الهی چگونه نظریه است و در ارتباط و پیدایش دولت چی دیدگاه و نظر داره، و همچنان در بحث نظریه قواعد اجتماعی بحث و دیدگاه هایی داشتیم. نظریه خواستگاه الهی این مسئله را مطرح میکرد که دولت را خداوند به وجود آورده، خالق دولت خداوند است. دولت به صورت طبیعی شکل نگرفته، انسان ها در شکل گیری و پیدایش دولت نقش ندارن، بلکه خدا دولت به وجود آورده و کسی هم که در رأس دولت قرار میگیره و اموری جامعه را به پیش میبره و به عنوان فرمان روا و حاکم عمل میکنه، او را خداوند به روی زمین به عنوان نماینده خود تعیین کرده. پس وقتی دولت خداوند به وجود آورده، نماینده و یا کسی که حکومت میکنه و هم توسط خداوند به وجود آمده. و روی همین اساس پیروان نظریه خواستگاه الهی به این باور بودن که پادشاه و یا حاکمی که به اساس نظریه خواستگاه الهی حکومت میکنه در قبال اتباع و شهروندان هیچ مسئولیتی ندارد، فقط شاه در قبال خدا پاسخگو است. اگر کاری انجام بده درست باشه یا نادرست باشه، فقط در مقابل خدا پاسخگو است، بنابراین در مقابل مردم و اتباع هیچ پاسخگویی و مسئولیتی ندارد. و همچنان در بحث نظریه قرارداد اجتماعی بحث کردیم و مطرح شد که قرارداد اجتماعی و پیروان این نظریه به این باورن که دولت را خداوند به وجود نیاورده، بلکه دولت توسط یک قراردادی که بین انسان ها صورت گرفته شکل گرفته، به وجود آمده و تشکیل شده. انسان ها در حالت طبیعی به حالت اولیه زندگی میکردن، هیچ نوع دولت، نظام و امنیتی وجود نداشت و هیچ کس هم در مسئولیت به سر نمی برد. برای اینکه انسان ها بتوانند به خود یک امنیت و مسئولیتی تامین بکنن،
آمدن دست به یک قرارداد زدن که قرارداد نام گذاشتن قرارداد اجتماعی، و از درون همین قرارداد دولت شکل گرفت و تعدادی وظیفه نظم اجتماعی و تامین امنیت به دوش گرفتن که همونا قرار گرفتن در جایگاه دولت. که این دو نظریه رو ما شما در هفته گذشته با جزئیات بحث کردیم و چهار نظریه باقی مانده رو در این هفته ادامه و پرسی هفته گذشته به بحث میگیریم که یکی از این نظریه ها نظریه غلبه و زور است. تعدادی از دانشمندان به این باورند که دولت از غلبه و زور به وجود آمده، که ما و شما این نظریه باز با تفصیل میخوانیم، یعنی اینکه آنهایی که زور دارند و قدرت دارند در نهایت بر علیه ضعیف ها پیروز شدند و این کسایی که پیروز شدند در جایگاه نظام قرار گرفتند، در جایگاه حکومت قرار گرفتند و نهایتا باعث شد که دولت شکل بگیره. و بعدا نظریه طبیعی پیدایش دولت میخوانیم که پیروان این نظریه و دانشمندان این نظریه باورمندند که دولت مانند سایر اشیا به صورت طبیعی پیدا شده، نه خدا در خلق دولت نقش دارد و نه انسان ها نقش دارند، بلکه دولت هم مانند سایر پدیده ها به صورت طبیعی خودش شکل گرفته و یک روندی طبیعی داشته. و در نظریه بعدی یا نظریه تکاملی پیدایش دولت که بیشتر از این نظریه به عنوان نظریه ژنتیک نیز یاد میکنن، پیروان این نظریه به این باورن که دولت از درون یک خانواده به وجود آمده، این گسترش خانواده و تکامل خانواده بوده که نهایت زیاد شده و تکثر پیدا کرده، نهایت هم شده یک دولت. و در آخرین نظریه پیدایش دولت در نظام اسلامی رو میخوانیم که اسلام و دین اسلام در شکل گیری دولت به چی باور است، چی فکر میکنن و دولت را چگونه میگن پیدا شده، که بیشتر نظریه اسلام در ارتباط با پیدایش دولت در بحث خلافت بیاد میکنه و دیدگاه اسلامی است که نظام یا دولت خلافت اسلامی است و کسی که در رأس نظام و دولت قرار میگیره از او به عنوان خلیفه یاد میکنه. به استثنای نظریه خواستگاهی الهی و نظریه قرارداد اجتماعی که در هفته گذشته مطرح شد، سایر نظریات رو ما و شما در این هفته با تفصیلی بیشتر به بحث میگیریم. خب نظریه غلبه و زور رو میخوانیم که پیروان این نظریه غلبه و زور به چی باورن، اینها چی فکر میکنن و دولت از دید اینها چگونه شکل گرفته. وقتی ما میگیم نظریه های خواستگاهی دولت، یعنی این که دولت از کجا برخواسته، یعنی دولت چگونه شکل گرفته، اول دولت چگونه به وجود آمده. پیروان این نظریه غلبه و زور به این باورن که بر اساس این نظریه دولت محصول زوری آشکار و عریانی است که قویترها بر ضعیفترها عمل میکنند. اینها به این باورند که دولت حاصلی زورآزمایی و جنگ و کششی است که بین قویترها و ضعیفها صورت گرفته، که این قویترها بر ضعیفترها عمل کردند. پیروان این نظریه باورمند هستند که جنگ و منازعه در بین انسانها به خاطر سلطه و حکمروایی وجود دارد و در هر جنگی پیروزی میدان هم هست. هر جنگی که وجود داشته باشه در نهایت بین این جنگ یک طرف شکست میخوره و طرف دیگه پیروز میشه. بنابراین گروهی که از قدرت بیشتری برخوردارن و در جنگ پیروز میشوند در جایگاه فرمان روایان قرار گرفته و بر گروهی شکست خورده و ضعیف حکومت میکنند و به این حالت دولت شکل میگیره. پیروان نظریه غلبه و زور بین باورن که انسان ها به خاطر اینکه بتانند بر همدیگر سلطه داشته باشند، همیشه با همدیگر در حال منازعه و جنگ سر برند، که این درگیری بین انسان ها نهایتا باعث می شود که انسان ها به دو بخش تقسیم شوند، یا به دو گروه تقسیم شوند، یا نهایتا دو قبیله شکل بگیره. و زمانی که بین این دو قبیله برای تصاحب قدرت جنگ صورت می گیره و میدان جنگ و درگیری ایجاد می شود، و ما میفهمیم که در هر جنگ و درگیری نهایتا یک گروه شکست میخوره و یک گروه دیگه پیروز میشه، اینا به این باورن که آن گروهی که پیروز میشه در جایگاه حکومت قرار گرفت، در جایگاه دولت قرار گرفت، و اون گروهی که شکست خورده بود مکلف بود که از این گروهی پیروز شده اطاعت بکنن و پیروی بکنن. پس نهایتا این گروهی پیروز شده میشه و دولت و حکومت که حکم میدن، فرمان میدن، و اون گروهی که شکست خورده باید اطاعت بکنن، پیروی بکنن، که اونا قرار میگیرن در جایگاه ملت. اگر به تاریخ مراجعه بکنیم، دولت هایی که در قبل هم وجود داشته بیشتر میبینیم همین روند داشته. و
یک پادشاه بود به نام پادشاه دیگه، فرد دیگه میاد کودتا میکنه، زوری بیشتر، نظام بیشتر جمع میکنه، میاد دولت از دست فرد دیگه میگیره، باز چند مدتی در رأس قدرت قرار داره و دوباره او میگیره. پس این جنگ و منازعه است که جنگ و منازعه نهایتا یک گروه پیروز میشه و گروه دیگه شکست میخوره. پیروان این نظریه به این باورن که دولت اول همین گونه شکل گرفت. تو انسان هایی که در جنگ پیروز شدن یا اون قبیله ای که در جنگ پیروز شدن در جایگاه دولت قرار گرفتن و اون قبیله ای که شکست خورد و بالاخره در جنگ پیروز نشد در جایگاه ملت یا فرمانبران قرار گرفتن و هر دستوری که از طرف گروه پیروز شده و اونا داده میشد مجبور بودن که اطاعت بکنن و در نهایت این شد دولت که ما و شما امروز شکل‌های مدرن و توسعه یافته دولت که در اول این گونه به وجود آمده بود داریم. و یکی دیگر از نظریه‌ها در نظریه‌های خواستگاه دولت نظریه طبیعی پیدایش دولت است. بر اساس این نظریه پیدایش دولت ناشی از سرشت و طبیعت بشر است. بر اساس این نظریه شکلگیری دولت روندی طبیعی داشته و مانند سایر اشیا در طبیعت شکل گرفته و انسان‌ها در شکلگیری آن نقش چندانی نداشتند. ببینید دوستای عزیز، در بحثی نظریه طبیعی پیروان نظریه به این باورند که نه خدا در شکلگیری دولت نقش داره و نه انسان‌ها دولت به وجود آوردند و نه همین جنگی بوده که ما و شما در نظریه غلبه و زور خوندیم که جنگ باعث شده دولت وجود بیاره. نه، چه انسان ها با همدیگر جنگ می کردن یا نمی کردن، چه انسان ها با همدیگر قرارداد اجتماعی انجام می دادن یا نمی دادن و چه این که خداوند می خواست و نمی خواست، البته از دید این نظریه که بیشتر پیروی این نظریه هم ارسطو از جمله بنیانگذاران این نظریه طبیعی است، اینا به این باورن که طبیعتاً و به صورت اوتوماتیک دولت شکل گرفته، هیچ کسی در شکل گیری دولت نقش نداشته. مثل این که ما و شما می بینیم گیاها و همه چیز، کوه و زمین و آسمان و اینها، البته نظریه ارسطو و این اشخاص به این باورند که به صورتی طبیعی شکل گرفته و خودشان به وجود آمده، دولت هم مانند سایر نظریات به صورت طبیعی شکل گرفته و این روند ناشی از گسترش و توسعه خانواده و فامیل ها بوده که باعث شده دولت شکل بگیره و نهایتا به وجود بیاید. پس در نظریه طبیعی پیدایش دولت نه انسان ها نقش چندانی دارن و نه با آن نظریه خواستگاه الهی که ما در نخستین نظریه مطرح کردیم خداوند وجود آورده بود این گونه هم نیست، بلکه دولت به گونه طبیعی به وجود آمده و شکل گرفته. و اما نظریه ژنتیک در ارتباط با دولت یا خواستگاه دولت چه دیدگاهی داره؟ یعنی بر اساس نظریه ژنتیک خواستگاه و یا اینکه دولت چگونه برخواسته و چگونه شکل گرفته به این باورن، بر اساس نظریه ژنتیک دولت محصولی گسترش خانواده است. به چی معنا؟ پیروان این نظریه به این باورند که از گسترش خانواده دهکده به وجود آمده و به همین ترتیب شهر و در نهایت دولت شهر و نهایتا دولت شکل گرفته است. نظریه ژنتیک به این باوره که دولت محصولی خانواده است. خانواده ای که از پیوندی یک زن و مرد به وجود آمده، همین خانواده نهایتا گسترش پیدا کرده و شده یک دولت. پیروان نظریه ژنتیک به چی باورن؟ به این باورن که اول یک زن و مرد بوده، وقتی این زن و مرد آمدن با همدیگر ازدواج کردن، یک پیوند بین این زن و مرد به وجود آمده، شدن خانواده. و زمانی که متوجه هستیم از پیوندی زن و مرد تولید مثل صورت میگیره و این خانواده گسترش پیدا میکنه، و زمانی که خانواده گسترش پیدا میکنه و زیاد میشه، از این خانواده چندین خانواده وجود میاد. زمانی که چند خانواده شکل میگیره، ما و شما نهایتا داریم یک دهکده به وجود میاد. یعنی ما وقت یک دهکده یا یک قریه در نظر میگیریم، در داخل از او چندین فامیل زندگی میکنه. پس دهکده تشکیلی از چندین خانواده است و هر گاه که دهکده ها زیاد شوه، یعنی خانواده ها در داخل یک دهکده زیاد شوه، ممکن دهکده تقسیم شوه به چند تا. پس وقتی که چند دهکده یا چند قریه به وجود آمد، از چند قریه میشه و یک شهر. و زمانی که یک گسترش پیدا بکنه و توسعه پیدا بکنه، از چند شهر باز ما میتونیم داشته باشیم یک دولت. پس به اساس نظریه ژنتیک میگن دولت یک قسم به وجود آمد. این یک سیری تکاملی داره. اول بوده یک زن و مرد، اینا با هم دیگر پیوند و رابطه داشتن، نهایتا شده خانواده.
خانواده گسترش پیدا کرده شده دهکده یا قریه و از چند قریه شهر به وجود آمده و چند شهر شده وقتی آتن شده یک دولت و همون دولتی که حالا ما شما از آن عنوان دولت های مدرن یاد میکنیم و نهایت تکامل یافته. و اما در این خانواده به اساس نظریه ژنتیک به این باورن که اصلا خود همین خانواده در نخست یک دولت بوده و کسی که در رأس خانواده قرار داشته آنمو بوده حاکم یا پادشاه در خانه که مانند یک دولت عمل میکردن. اما برای این که در خانواده کدام شخص در رأس قرار داره و کی کلان است دو نظریه یا دو برداشت وجود داره. در بحث این نظریه ژنتیک دو برداشتی متفاوت وجود داره. اول برداشتی پدر سالاری است و دیگر برداشتی مادر سالاری. در برداشتی پدر سالاری اقتدار نهایی از آن پدر بوده و نسل فقط از رای مردان ادامه پیدا می کند و اما در برداشتی مادر سالاری قضیه برعکس است. به چی معنا؟ در برداشتی پدر سالاری حرف در این معنایه که در داخل فامیل کسی پادشاه است، حاکم است و دستور میده و همه باید از او اطاعت بکنن که از بین مردا کلانتر، یعنی پدر کلان یا پدر او صلاحیتی حکم دادن را هم داره و همه اعضای خانواده هم باید از او اطاعت بکنن و نسل هم از طریق پدر توسعه پیدا میکنه و اگر قرار باشه اقتداری در داخل فامیل به یک کس داده شود و اقتدار برای پدر داده میشه و نسل هایی هم که بعد از این خانواده وجود میاد فقط به نام یک پدر برمیگرده. مادر در نظریه پدر سالاری نقش چندانی نداره. اما پیروان یا برداشتی مادر سالاری به این باورند که نه، صلاحیتی حکم راندن و اقتدار نهایی از آن پدر نه بلکه از آن مادر است و نسل هم به مادر برمیگرده. اگر قرار باشه خانواده های بعدی و نسل های بعدی عنوان شون که به کدام خانواده برمیگرده یا به کدام نسل برمیگرده، نامی از مادر برده میشود نه پدر. در برداشتی مادر سالاری مادر اقتدار نهایی و صلاحیت کلی در خانواده داره. اما آنچه بیشتر مورد پذیرش و قبول قرار میگیره نظریه پدر سالاری در بحث ژنتیک است که نهایتا باعث شده دولت شکل بگیره و وجود بیاید. و اما در نظریه پیدایش دولت از نگاه اسلام یا در نظام اسلام دولت به چی باورن؟ دولت چگونه برخاست؟ دولت چگونه به وجود آمده؟ دولت در نظام اسلام به حیث یک نهاد سیاسی، دینی، اجتماعی و به شکل خلافت آغاز یافته است. یعنی اسلام و نظام اسلامی به این باور است که دولت به گونه خلافت شکل گرفته و همین اکنون هم ما و شما می‌بینیم که تعدادی از بنیادگرایان دینی به این باورند که در جهان باید خلافت اسلامی احیا گردد. یعنی دنبال احیاگری خلافت اسلامی هستند، به این باورند که باید خلافت اسلامی به وجود بیاید و تمام مسلمان ها تحت یک حکومت و تحت خلیفه اسلامی قرار داشته باشند. خلیفه به معنای جانشین شدن یک شخص مترادف با امام به معنای پیشرو و پیشوا به کار می رود. یعنی خلیفه کسی است که جانشینی کسی دیگه شده و به گونه امام عمل می کنه در داخل جامعه بین مسلمانان. او پیشرو است و پیشوا است و تمام افرادی که در این جامعه زندگی می کنند و به عنوان امتی اسلام پنداشته می شوند مکلف به اطاعت از خلیفه هستند و هیچ کس حق ندارد که در تضاد با خلیفه عمل بکند و در مطابقت به دستوراتی او عمل نکند. آنچه ما و شما در نظریه خواستگاه الهی هم خواندیم که بیشتر در بحث دینی همین نظریه مطرح میشه. و در سوال شما مشاهده میکنیم که خلافت یعنی هدایت جامعه بر مبنای مقتضیاتی نگرش شرعی و در نظر گرفتن مصالح اتباع در این دنیا و آخرت. از دیدگاه اسلام آنچرا که ما خلافت میگیم حکم دولت داره. دولت یعنی همان خلافت اسلامی و حاکم یعنی همان خلیفه‌ای که جانشینی پیامبر در روی زمین بوده و بالاخره به همین ترتیب هر خلیفه‌ای که میروه یک کس دیگه به عنوان خلیفه جانشین جزو میشه. و این خلیفه یا حاکم در تلاش چیست؟ در تلاش این است که بتوانه برای اتباع جامعه و برای افرادی که در داخل جامعه زندگی میکنن مصالح و منافعی از نظر در نظر بگیره، اون منافعی که هم در این دنیا برای از اونها منفعت باشد و هم در آخرت.
و کسی را به عنوان خلیفه انتخاب میکنن که این موارد یعنی منافیت با جامعه را هم در این دنیا و هم در آخرت در نظر میگه. البته اینکه خلیفه چگونه انتخاب بشه و چی شخصی جایگاه خلیفه را داره بحثی متفاوتی است که ویژگی‌های برای خلیفه در نظر گرفته شده است. اما به اساس این نظریه خلافت خواستگاه الهی داشته و خلیفه جانشینی پیامبر است. پس ما و شما متوجه میشیم که بین نظریه پیدایش دولت در نظام اسلامی و نخستین نظریه که خواندیم نظریه خواستگاه الهی شباهت ها و نقطه نظرهای مشترکی وجود دارد. هم نظریه خواستگاه الهی به این باور بود که دولت را خداوند به وجود آورده و منشأ شکلگیری دولت خداوند است و کسی هم که به عنوان پادشاه و یا حاکم در روی زمین حکومت میکنه از طرف خداوند تعیین شده و فقط در مقابل خداوند پاسخگو است. که این دیدگاه ها و نظریات در نظریه پیدایش دولت در نظام اسلامی نیست، تا وجود جایگاه دارد و خلیفه هم که ما و شما در نظام خلافت اسلامی از عنوان میکنیم کسی است که در جایگاهی دینی بلند قرار دارد و از اینجا عنوان میکنیم که جانشین پیامبر است و او باید از دانش دینی بالای برخوردار باشد و همه اطبای جامعه هم مکلف هستند که هرچه خلیفه دستور میدهد از اون اطاعت بکند. سرپیچی از دستورات خلیفه در روی زمین بر علاوه این که جرپن داشته می شود گناه است و هیچ کس حق ندارد در مقابل خلیفه استادگی بکند و از وی اطاعت نکند. و در مبحث دومی یا مبحث آخر از بحث این هفته می خواهیم در ارتباط با وظایف و مسئولیت های دولت بحث بکنیم، اینکه دولت از چی وظایف و مسئولیت های برخوردار است. گرچه ما و شما در سلات های بعدی یا در جلسات هفته های بعد در ارتباط با تفاوت بین دولت و حکومت بیشتر بحث میکنیم و میخوانیم اینکه دولت چی هست و چی تفاوت های داره، ولی تعریف دولت ما و شما فهمیدیم از لحاظ حقوقی و از لحاظ سیاسی و همچنین از لحاظ فلسفی ما دولت تعریف کردیم در جلسه گذشته. از لحاظ حقوقی گفتیم دولت با اون نهادی حقوقی یا سازمان سیاسی اطلاق می شود که متشکل از 4 عنصری سرزمین، جمعیت، حکومت و حاکمیت باشه. هر نهادی سیاسی که هر یک از این 4 عنصر را نداشته باشه ما او دولت گفته نمیتونیم، او دولت اطلاق نمی شود. و اما حکومت یک بخش از دولت است. تفاوت بین حکومت و دولت وجود داره. دولت کلی است و تمام قوای سگانه را در بر میگیره، اما حکومت یک بخش از دولت است که ما همون قوای اجراییه دولت نگیم حکومت. حالا این دولت که کلیت است و هر سه قوا را در بر میگیره چه وظیفه و مسئولیت هایی داره؟ ما مسئولیت ها و وظایف دولت در این سلات به دو بخش تقسیم کردیم. یک، وظایف دولت در برابر عناصر متشکله آن عناصری که ما و شما در تعریفی حقوقی دولت در هفته گذشته مطرح کردیم. دولت در مقابل عناصر متشکله خود چی وظیفه و مسئولیت هایی داره؟ و ثانیاً وظایف دولت در برابر جامعه. پس وظایف و مسئولیت های دولت تقسیم می شود به دو بخش. یک، وظایف و مسئولیت های دولت در برابر عناصر متشکله آن، و ثانیاً وظایف دولت در برابر جامعه. عناصر متشکله دولت گفتیم 4 عنصر بود: سرزمین، جمعیت، حکومت، حاکمیت. در قبال هر یک از این عناصر دولت وظیفه، مسئولیت و مکلفیت دارد. به چه معنا؟ اگر دولت در پی حفظ هر یک از این عناصر خود نباشد، هستی خود را دست می‌دهد. مثل این که ما و شما به عنوان انسان در مقابل هر یک از اعضای بدن خود مسئول هستیم، دولت هم در مقابل هر یک از عناصر متشکله خود مسئول است. اگر ما و شما متوجه و مسئولیتی معده خود نداشته باشیم، از بین بره حیات و ذات خود ما هم از بین میره. بنابراین دولت هم در مقابل سرزمین خود، هم در مقابل جمعیت خود و هم در مقابل حکومت و حاکمیت خود مسئول است. اگر دولت متوجه سرزمین خود نباشه و سرزمین یا کشورهای دیگه و دولت‌های دیگه از او بگیرن، پس دولت از بین میره. وظیفه دولت در مقابل سرزمین چیست؟ تمامیت ارضی را حفظ بکنه، مرزهای خود حفظ بکنه و نگذاره که بیگانگان حدود جغرافیای ارضی را در اختیار خود قرار بدن و از کنترل این کشور خارج شود. در مقابل جمعیت خود همچنان دولت وظیفه مسئولیت داره. جمعیت به اتباع کشور اطلاق میشه و دولت مکلفیت و مسئولیت داره که جان اتباع خود از مرگ
نجات بده و در مقابل جمعیت یا عنصر جمعیت وظیفه داره. در مقابل حکومت این که دولت مکلف است با روندهای دموکراتیک حکومتی درست و مدروی را از درون انتخابات یا سایر روش ها وجود بیارد تا که بتونه نظم در جامعه تامین بکنه. همچنان در مقابل عنصر حاکمیت که بحث استقلال دولت در بر میگیره، دولت مکلفیت داره و این حاکمیت خوده چه در جغرافیای داخلی کشور و چه در جغرافیای خارجی کشور یا سیاست خارجی باید حفظ بکنه و رعایت بکنه. پس دولت در مقابل وظایف در مقابل عناصر متشکله خود از وظیفه و مسئولیت برخوردار است و باید این مسئولیت ها و وظایف خود به صورت درست انجام بده. و اما دولت در برابر جامعه چه مسئولیت هایی داره و چه مکلفیت هایی داره؟ وظایف و مسئولیت های دولت در برابر جامعه را ما به دو بخش تقسیم کردیم. یکی وظایف سیاسی دولت در برابر جامعه و دیگر وظایف اجتماعی دولت در برابر جامعه. وظایف سیاسی دولت در برابر جامعه اصطلاحا میگن ادغام سیاسی. ادغام سیاسی به چی معنا؟ ادغام سیاسی شامل سه مرحله میشه. یعنی دولت وظیفه سیاسی در برابر جامعه داره که همین وظیفه سیاسی میگن ادغام سیاسی. ادغام سیاسی زمان صورت میگیره که این سه مرحله رو دولت پشت سر هم بگذرونه و انجام بده. اولین مسئولیت یا وظیفه‌ای که در بُعد سیاسی دولت در برابر جامعه باید انجام بده اجتماعی کردن سیاست است. اجتماعی کردن سیاست به این معنا که دولت مکلف است که جامعه را از امور سیاسی و حقوق سیاسی آنها آگاه بکنه. مثلا آگاهی از انتخاب کردن و انتخاب شدن یک مسئله یک این دولت باید برای شهروندا آگاهی بده و همه اتباع جامعه بفهمند که ما هم حق انتخاب کردن داریم و هم حق انتخاب شدن داریم. این میشه به اجتماعی کردن سیاست. یعنی مسائل سیاسی و موضوعات سیاسی و حقوق اجتماعی را باید دولت در برابر جامعه بفهمد. در مرحله دوم بعد از اینکه مسائل سیاسی و موضوعات سیاسی فهمانده میشه برای اتباع جامعه، یعنی آگاهی داده میشه، مرحله دوم جهتگیری سیاسی است. جهتگیری سیاسی به معنی انگیزه دادن به اتباع جامعه که در امور سیاسی شرکت بکنند، سهیم شوند. مثلا ما وقتی که مردم آگاه کردیم که شما در انتخابات حق دارین سهم بگیرین، هم خود شما رأی بدین و هم خود کاندید بکنین، این میشه اجتماعی کردن سیاست. یعنی که اینکه ما آنها را آگاهی دادیم. اما جهتگیری سیاسی اینه که ما با آنها انگیزه بدیم که در این پروسه مهم و حیاتی شرکت بکنند. اگر بگیم شما شرکت بکنید، خود کاندید بکنید، شما ممکن است وکیل شوین، وزیر شوین و در جایگاه های بلند قرار بگیرید، یا اگر دیگر در انتخابات سهم بگیرید میتونید یک کس از بین خود نماینده انتخاب بکنید و این نماینده نهایتاً در پارلمان را پیدا میکنه و از حقوق شما دفاع میکنه و امتیازات و مکلفیت هایی را که شما در مقابل دولت و دولت در مقابل شما داره درست انجام میشه. پس ما اگر این مسائل برای مردم بیان بکنیم، یعنی اینکه جهتگیری سیاسی داریم برای آنها و انگیزه دادیم تا در امور سیاسی شرکت بکنند. و در آخرین مرحله بحث مشارکت سیاسی است که دولت در مشارکت سیاسی هم مکلفیت داره. ما اگر مردم آگاه هم کرده باشیم و برای آنها انگیزه هم داده باشیم که در این پروسه انتخابات شرکت بکنند، حالا ما انتخابات مثال دادم، میشه شما موارد متعدد در این مسئله در نظر بگیریم. اجتماعی کردن سیاست صورت گرفته، جهتگیری سیاسی هم صورت گرفته، اما مشارکت سیاسی صورت نگرفته. مشارکت سیاسی به چی معنا؟ مشارکت سیاسی به این معنا که مردم واقعا پس در روز انتخابات در این پروسه شرکت بکنند. دولت مکلف است که زمینه مشارکت سیاسی را برای اتباع فراهم بسازه. مثلا ما و شما در انتخاباتی که گذشت در افغانستان، چه در ریاست جمهوری و چه در پارلمانی، دیدیم که در اکثر جاها مردم از حق رأی دادن محروم شدند، ولی اینکه در اون سایه امنیت نبود یا هر مشکل دیگه وجود داشت. پس دولت وظیفه داره، مکلف است و مسئول است که زمینه مشارکت سیاسی رو برای اتباع فراهم بکنه. این بود وظیفه سیاسی دولت در برابر جامعه. اما وظیفه اجتماعی دولت در برابر جامعه چی است؟ به لحاظ اجتماعی دولت چی وظیفه داره؟ مهمترین وظیفه دولت از لحاظ اجتماعی در برابر جامعه ایجاد تعادل اجتماعی است. یعنی عدالت اجتماعی را باید کوشش بکنه رعایت بکنه. عدالت اجتماعی این که فرصت ها را برای تمام اتباع جامعه به صورت مساویانه فراهم بکنه. اگر دولت نتواند فرصت ها را برای تمام اتباع جامعه به گونه مساویانه فراهم بکنه، به معنای این است که
عدالت اجتماعی رعایت نشده، تعادل اجتماعی رعایت نشده. ما دولت مکلف است که فرصت‌ها را مساویانه فراهم بکنه. حالا این که کی از فرصت‌ها درست استفاده میکنه یا کی از فرصت‌ها استفاده نمیکنه به معنای این نیست که دولت تعادل رعایت نکرده، بستگی به خود اتباع جامعه داره. این که یک کس در جایگاه بلند قرار گرفته، وظایف بلند داره و یک کس فقیر است یا هیچ وظیفه‌ای نداره، به معنای این نیست که دولت عدالت اجتماعی رعایت نکرده. اگر دولت فرصت‌ها را مساوی فراهم بکنه، هر کس میتونه از فرصت‌ها استفاده بکنه. ولی اگر دولت فرصت مساوی فراهم نکنه، به معنای این نیست که عدالت اجتماعی رعایت نشه. همچنان در حفظ نظم جامعه دولت مکلفیت داره. دولت باید اجازه نده که نظم اجتماعی جامعه بر هم بخوره. و همچنان در تأمین امنیت دولت مکلفیت داره. امنیت اتباع جامعه باید در نظر گرفته شود و تأمین شود. اگر امنیت اتباع جامعه تأمین نشود و امنیت در داخل جامعه وجود نداشته باشه، به معنای این است که دولت وظیفه خود در برابر جامعه به صورت درست یا انجام نداده. پس حالا اگر ما بخواهیم یک دولت بررسی بکنیم که آیا وظایف خود درست انجام میده یا نمیده، ما میبینیم وظایف تقسیم میکنیم در همین بحثی وظایف دولت در برابر عناصر یا و همچنان وظایف دولت در برابر جامعه. بعد متوجه میشیم که کدام دولت وظایف خود درست انجام میده و کدام دولت درست انجام نمیده. خب دوستای عزیز، درس ما و شما در این هفته تا همینجا به پایان میرسه. تا هفته بعدی و درس بعدی شما را خداوند منان میسپارم.